رفاقتمو تموم خفه شو. آره از کادو تولد اصلا من قیافم شبیه کامپیوتره. از کادو تولد خفه شو. سلام دیگه ایدم. سلام بچه ها، چطوری؟ منم که سارم میشه. اومدیم با یه چالشی که دوستشناسی اسمش. 14 سال مریم عزیز زحمت کشیدن طراحی کردن قرار اما بپرسن. دان از سارا میپرسه، مریم هم من میپرسه. ببینیم چقدر هم دیگه رو میشناسیم. من که اصلا اینو نمیشناسم. چه دلیلی داره تو رو بشناسم؟ قبل همه اینا کانال ما رو حتما، کانال منو، کانال تو رو نه. کانال ما رو حتما سابسکرایب کنید، زنگوله نوتیفیکیشن بزنید، ویدیو رو لایک کنید که ربات شناسایی نشه. دوستا اینا فالو کنید. خوش بر جاب سوالا رو خوش ما اول میرم. بشین بشین. اول من بچه اینجا استدیوی خونه شایان اتاقشه. مهدی فالگوش برستا شایان و سارا بیرون اتاقه و همه رو مریم اینجا ما همه مریم سارا رو همه بپرسی یه ذره یواش حرف بزنه ولی بلندتر نیم. اینا من گوش میدنم. میتونم تا اینجا حرف بزنم فکر نگم برسه دام بیرون و اینکه قراره جواب سوالا رو من بدم. اول من همه رو مطمئنم که درستی می داره میگیره. همه رو مطمئنم که درست جواب داده. من مطمئنم. همه رو ببینیم. مهدی گفته که رنگ مورد علاقه سارا صورتیه. رنگ مورد علاقه سارا فکر کنم صورتی. رنگ مورد علاقه صورتی. چقدر میشناسمه؟ ولی رنگ مورد کل دنیا میدونن من صورتی. سارا گفته رنگ مورد علاقه مهدی قرمزه. رنگ مورد علاقش فکر کنم قرمزه. رنگ مورد علاقه قرمز. رنگا رو فقط به خود هم گفتم. من درست گفتم. تنها چیزی که هم بدیم همینه. نه بابا یکی دوتا دیگه هم بدونم. مهدی گفته تاریخ تولد سارا خرداد 77 شو میدونم. روزشو فکر کنم 27 26 21 بزن 22 خورداد. خورداد و 77 چه درست گفتم مطمئنم. تاریخ تولد 23 77. دو روز. ولی خودمونیم هر چی تاریخ گفتم همش اشتباه بود. یا حتی دو تا 17 19. تاریخ تولد مهدی. بابا من خب گمراه شدم. خب یا 24 فروردینه یا 25 ولی فکر کنم 24 تاریخ تولدت 24/1/72 سالش هم 72 هست. 24 فروردین 72. یه تاریخ تولد من 2 روز اختلاف با یه هفته استوری میذاره. یه ماه هم من کادو میخوام. خرداد شروع میشه به من میگه برای کادو بخوام. غلط گفت. مهدی گفته سارا واسه زندگی کشور آمریکا رو دوست داره. پاریس. تو نمیدونی من عاشق پاریسم؟ نه. اوه چیزی نیست کمرم بود چیکه. پاریس هم واسه همین دوست دارم دیگه. کسی کار به کار من نه. کدوم کشور رو واسه زندگی دوست داره؟ ایتالیا؟ نمیدونم. ایتالیا رو چیزی گفته. کدوم کشور واسه زندگی دوست داری؟ ایران. همه ی رفیقای من میدونم من پام ایران میدونم. میدونم که منم ایران رو دوست داری. حتی سر اون داستانی که گفته ای فلانی من گفته بیا بریم ترکیه خاک تو سرتون. الان خود ترکیه خاک تو سرت. ایتالیا ایتالیا تیم ملی مورد علاقه من بدنم. خب چه نوع لباسی رو بیشتر میپسندی؟ فکر کنم تیشرت. اسپورت من تاله اسپورت تن این دختر ندیدم. تو تاله لباس اسم من لباسم چیه؟ من تو کتونی؟ مجلسی من کتونی پوشیدی؟ حالا امروز تاله دارم میشه این باشه کتونی من فقط یه کتونی اسپورت نمیشه وقتی من تو تنه چه ربطی داره لانگ تنم میکنه؟ تو همیشه پیش من لانگ میپوشی. لانگ اسپورته؟ آره لانگ نه مجلسیه باش بریم عروسی. لانگ راحتیه. What the fuck؟ تیشرت. چرا اون لباسی رو بیشتر میپسندی؟ تیشرت لانگ. یعنی گرم خدا شاهده من یک ساله میدونم فرق تیشرت و پیرهن رو. یعنی به قرآن به پیرهن هم میگفتم تیشرت. چیزی نیست کمرم بود چیکه. غذای مورد علاقهش هایدا. آه نه سارا عاشق ماهیه.
غذای مورد علاقه است. ماهی. مگه میشه بچه احواز طرفدار ماهی نباشه؟ هفته پیش ازم پرسی تارا راستی غذای مورد علاقه چیه؟ کجا میدونه سال ساله هست؟ غذای مورد علاقه هم همه غذا رو دوست دارم، ولی قیمه رو بیشتر دوست دارم. غذای مورد علاقه قیمه است. بعد چیزم خیلی دوست داره هایدا. نه آخه یه غذا بود گفتم قیمه. واقعا هایدا رو خیلی دوست دارم. حالا تو خودش هم طرفدار هایدا هست؟ واقعا خیلی دوست دارم. نه 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 مهدی گفته خواننده مورد علاقه سارا تتلو. همه میدونن امیر تتلو. اینه دیگه همه میدونن. کل دنیا کسی که نشافتش هم میدونه تتلو رو دوست داره. خود تتلو رو دوست داره. چه تتلو دوست خواننده مورد علاقه‌اش؟ اوه بگم نمیدونم زشته. اصلا هیچی به هم نگفته. تتلو ما هم آهنگ گوش نداریم، همش کار داشتیم، همیشه هیچی نزن. نمیدونم سیاوش خومشو به هم ترجمه کرد. نمیدونستم. نه واقعا حق داشت ولی خیلی ناراحت. خودت هم بپرسی مهدی آهنگ چی دوست داری؟ کیک تولد من میخوای بگی نه عکس سیاوش خوبش روش باشه؟ من عاشق سیاوشم. واقعا ابیو تتلو رو باید اندازه. چی یعنی چی؟ حس میکنم پیتزاه با تیکه های کباب کوبیده. فیلم مورد علاقه‌اش؟ فکر کنم ابد یک روز رو خیلی دوست داره. نمیدونم وای نمیدونم خیلی سخت شد. حالا به خدا راجبش حرف نزن. بار بهت گفتم من منیفستم تو 10000 بار دیدم آخرین فیلم آنجلینا خیلی خفنه، خیلی قشنگه. موضوعش هم بذار تعریف کردم. مشکل اینه که تو حرف میزنی من ذهنم یه جوری بعد. من کلا ابد یک روز رو 2 بار دیدم. تو خودم 18 بار دیدم گفتم شاید هم دوست داری. فیلم مورد علاقه. فیلم هندی خیلی دوست دارم. بعد من فیلم هندی ها رو نمیشناسم. میدونم فیلم هندی خیلی دوست داره. بعد تایتانیک رو چند روز پیش دید، اونو خیلی دوست داره. فیلم مورد علاقه؟ گادفادر. فیلم مورد علاقه چیزم هست. بس این فیلم مارمولک. به خدا هر بار بهش زنگ میزنم میگم مهدی چیکار می‌کنی؟ میگه دارم مارمولک می‌بینم. چه رفتی داره؟ روحیم خراب، میخوام بخندم مارمولک ببینم. من همه میدونم عاشق گادفادر. من تا اون روز تایتانیک رو دیدی گفتی شد جزء فیلم‌های مورد علاقه هم زنگ زدی بهم. فیلم هندی دوست داری کلا؟ باشه رفتی نره. فیلم مورد علاقه من همه میدونن گادفادر. تو هم که غلط گفتی. حالا آره بقیه رو همه رو درست گفتم. مهدی گفته پاتوق سارا با شادی دوستش یه سر تهران پارس هم کجای تهران پارس دور دور میکنن دیگه. پاتوق هم نیست. بگو پاتوقشو. کافی تهران پارس. تو تهران پارس دیگه یه سر دور دوره. آقا هر موقع زنگ میزنم نمیگه من کافم. وایسا هر موقع زنگ زدم گفته تهران پارسم. 11 شب دور دور تهران پارسم. خب تا الان نمیدونم میرم کافه. من اصلا اصلا تو کافه بلدی هستم بری؟ اصلا میدونی کافه چیه؟ مثلا بهت گفتم کافه گفتی نه مرسی من سیرم. دروغ میگه. همیشه باشه دور دور. کافه تهران پارس یه کافه همیشه دور دورن. تبلیغ میشه حالا دور دورن. استوریات مشخص همش دور داری داری فیلم میگیری. چه ربطی داره من که تو پر انرژی منفی داری تتلو میشونی مثلا. سارا گفته که پاتوق مهدی معمولا خونه است. خونه جایی نمیتونی چه پاتوقی داری؟ پاتوقت کجاست؟ خونه مون. یه دونه را درست گفتی ها؟ مهدی خدا لعنتت کنه که 90% درست گفتم. من تهران بارسشو درست گفتم. حالا تو ماشینشو گفتم. دوست داره تعدادش چی کادو بگیره؟ لباس دوست داره. و مهدی کادو تولد لباس دوست داره. باید کجا میدونی؟ یعنی تو روحه دیگه بهم جواب داده. اگه شکلتی من کلا دستتون درد نکنه ولی من کلا کادو تولد لباس دوست دارم. براش مهم نیستش ولی فکر کنم طلا. دوست داری کادو تولد چی بگیری؟ آیفون 12 پرو مکس. همیشه نمیدونم گوشی دوستم میگه برام که آیفون 12 پرو مکس میخری. به خاطر اینکه الان اشتباه کردی برام الان بریم مثلا 12 پرو مکس بگیریم. 13 اشو بگو. مهدی گفته آخرین بار سارا یک یا دو ماه پیش رل داشته. اوه یادم نمیاد. چرا یادم میاد؟ کارم فروردین بود کات کردم اول فروردین امسال کات دقیقاً اول فروردین کات کردم. نه به خدا شیشه فروردین به خدا اون روز اومد پیشم باهاش بودی اون شیشه فروردین کات اون حساب نیست اونا بابا اونا که یکی دو دو کات جلو دو می نبرم اینا رو نظری تو این
آخرین باری که رل داشت، رلش هم میدونم کی بود، فکر کنم که 2 ماه کات کردن، فکر میکنم آخرین بار 3 ماه پیش بود. چجوری محاسبه میکنی؟ اردی بهش تیری میده؟ آخر تیری من. خب دیگه تیر خورداد تیر میشه، الان مرداد حساب میشی، هر جور حساب کنی الان تو الان سیوم تیریم. سیه تیریم؟ خب 25 خب باشه 25 خورداد. خفه شد دیگه، من تو هستم بگم 2 ماه و 10 روز. نه ولی 3 ماه. بابا من اوائل اولی بهش بود کات کردم. چرا؟ شما تازه آخر فروردین دوست شده فقط خب آخه خیلی تون تون میومد. رشته تحصیلیش؟ خیاطی. رشته تحصیلی؟ طراحی لباس. طراحی لباس خیاطی دیگه. باشه اگه تو دعوت اینا طراحی لباس خیاطی. با به قرآن به من گفت من رشتم خیاطی که برای شما خشتک شلوارام پارس میری بدون. گفتم خیاطی هم بلدم. گفتم لازمه یه طراح خوب یه خیاط عالیه. من خیاطی هم بلدم. کامپیوتر بذارم. اشتاقم برستون دیگه اینو نمیدونم. رشته تحصیلی مهدی نقشه‌کشی صنعتیه. نمی‌دونم. خفه شو آره. از کار تولد. اصلا من قیافم شبیه کامپیوتره. از کار تولد معلوم. خفه شو. خفه شو. زنده بودم چه نمی‌دونم. بعد این همه رفاقت نمی‌دونی؟ ارمس تا که سوال زنده. زنده چند سال. بذار تمام شو آره اوکی. بهترین دوست سارا کیه؟ شادی. می‌دونی دیگه. شادی. شادی داداشم اگه این ویدیو رو می‌بینی. داداشم شادی. من شادی رو خیلی دوست دارم. حتی از سارا هم بیشتر خیلی داداشم. بهترین دوستش که خودمم. نه منم یکی از دوستای خوبشم ولی یه دوستی داره که خیلی دوستش دارم. مثل اینکه جدیدنم یکم حرفش شده بود دیگه من از قبلا صمیمی نیستم ولی فعلا در حال حاضر منم بهترین دوستش. اسمش اسمشو نمیدونم. بهترین دوستت شایو. نه واقعا یه چیز بگم، سارا یکی از بهترین دوستای منه و چون میدونستم که اولویت خود سارا شادیه منم گفتم اولویتمو خودش نذارم که پول نشه. شایانه شایان بهترین دوستان در حال حاضر، شاید ماه بعد عوض شد. تا دیروز میگفت سارا تو بهترین دوست. مگه سی حالش خوب نبود، کات کرده بود شستانه میگه. منم میگفتم من زر میذارم، من 4 ماه پیش کات کردم کلا درست شد. والا به خودت 4 ماه به اندازه 4 سال برام گذشته. مهدی گفته بیشترین تفریح سارا دردره. دروغ میگم. واقعا دردره. بیشترین تفریحش مثلا مردم زحمت میکشه ویدیو میگیره. تفریح نمیکنه مردم. همش داره ویدیو. سارا گفته که بیشترین تفریح مهدی ویدیو گرفتن و زحمت کشیدن. بابا تو داداش همی تو اینا رو از کجا میدونی؟ درست گفته نمیخواد بگی. حالا کلا چند وقتی تفریح نداشتی ولی بیشترین تفریح هم فیلم گرفتن و فیلم ساختن نیست. چقدر من زر میزنم همه چیمو میگم بگید. 100% من باختم. خرج من و زر من نرفیده. فقط بذارید برم من. سارا ببین کلن تو اینجور مسائل دخترها بیشتر حالشونه. بیشتر تو ذهنشون مونه. پسر ذهنشون فراره. شاید اینو بیرون میکنی اینجا. پاشو برو بیرون. نه نه فکر سهمیت بودم. پاشو خود برو بیرون. بعضی ها دوتا ستا جواب داده بود. و اینکه دو تا سه تا جواب داد خب معلومه یکیش بالاخره درست در میاد دیگه، ولی اینو که همه دوستام هم میدونن من ایرانو برای زندگی همیشه ترجیح دادم و خیلی موقعیت ها بوده که ایران برم، ولی برگشتی گفته ایتالیا و بزنی تو سرش. خفه شو بابا. باز چقدر دارم بهونه میارم برای فاهمم. از 14 تا سوال مهدی 5 تاشو درست جواب داده، سارا 8. 3 تا جلوتر. ببین 3 تا جلوتر. ببین دقیقه 90 یهو تصمیم گرفتن که منو مجازات کنن. خدا وکیلی نامرد. حق تو باشی. به تو میگن رفیق. باشه 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 مجازات. چیه؟ سویا یه ذره آب یه ذره نمک یه ذره فلفل. آکو. آکو. مامان. ورد بده، ورد بده. نه فهمید؟ ورد بده یه سره. نمیره پایین؟ خوشگه. سوختی؟ تا تو باشی، درست جواب بدی. منو بشناسی. اسمت هم میشه گذاشت رفیق؟ بچه ها هوای رفیقاتون خیلی دوست داشته باشید. من واقعا فکر نمی‌کردم سارا اینقدر راجع من بدونه و خیلی خوشحالم که یه رفیق اینجوری دارم. سابسکرایب یادتون نره، لایک کنید، کامنت بذارید، از شایان شیر کنید برای همه بفرستید. آره اینم مهمه، شایان که فیلم برداری این کارو کرده حتما حمایت کنید از شایانم. پیجش اینجا میذارم.
مریم پیج اینستاش اینجا میذارم، سارا هم پیج اینستاش اینجا میذارم، اینا یوتیوب ندارم. منو فالو کنید، ویدیو بلاک کنید. خدافظ. خیلی خدا حافظ.